در کابل مقامات در پشت دیوارهای سمنتی قرار گرفتند. مسدود شدن جاده‌ها ایجاد موانع در کوچه‌های شهر از سوی وزرا، وکلای پارلمان و رهبران احزاب سیاسی هنوز هم از چالش‌های جدی برای وزارت امور داخله و شهروندان کابل به شمار می‌آیند. سال‌پار طرح برداشتن موانع از جاده‌های کابل شتاب زده آغاز شد، اما اکنون این روند کاملا متوقف شده است و در برخی موارد بر تعداد موانع در جاده‌های کابل نیز افزود به وجود آمده است. هرچند شهرداری کابل ادعا می‌کند که ۶۱٪ از موانعی که قرار بود برداشته شود برداشته شده است، اما مشاهدات عینی نشان می‌دهد که در برخی از موارد نه تنها موانع برداشته نشده بلکه افزایش نیز یافته است. موانع هم هیچ کدام درد را دوا نمیکنه، نه تنها درد را دوا نمیکنه بلکه باعث افزایش بالاتر از بین بردن امنیت میشه و نفوذ تراکم افراد و نه پیاده‌رو است، نه هیچ چیز نیست که مردم بره و کلی در سرکات تمام مردم و تمام حتی خود وزارت عدلیه و شما برین برادر گل وزارت مالیه و دیگه همین تمام وزارتخانه بینید که تمام سرکهای پیاده‌رو و کلش خود از بند کردن. وقتی که قانون خود دولت نقص کنه زورگویا خود به خود نقص میکنه. بناهان به خاطر بیرون رفت از هر چی زودتر باید از مردم خود کابل و مردم شهرنشین کابل، شهروندان کابل که از هر ولایتی که آمدن، اینا باید اقدام صورت بگیره و فشار وارد کنن که تا جاده‌ها باز شوه. جاده‌ها برای امنیت نه یک ابتکار است که اینا خود کردن و خود برادر گل به خاطر از این مردم بفهمن که ما این امنیت داشته، در حالی که امنیت وجود نداره. با این امنیت گرفته نمیشه. تو سرک بسته کو که امنیت میگیرم، خی پلیس کجا شو گزمن نداری، دیگه نداری. خی پلیس که دیوجه سو چی میکنه؟ کی امنیت میگیره؟ آیا دروازه سمتی میگیره؟ نه، ما فکر میکنیم ابتکار خوب نیست و باعث بسیار اذیت مردم کابل شده. شما وقتی که از شهر تیر میشین زورمندا یا کسایی که در مقامات بالا هستند تیر میشن، راه برای ۱ ساعت ۲ ساعت مسدود میمونه و این بسیار برای مردم ما زجر دهنده است. در فضای گرم، در فضای سرد کس مریض داره، کس کار داره، وقت ضایع میشه. خب به هر صورت دیگه ای که به خاطر امنیت زورمندا و وزیر صاحبا و یا هر کسی که باشند، قماندان صاحبا و رهبر صاحبا، نصف سرک عامه، نصف سرکی که باید ترافیک در او با سهولت تردد کنه، دیوارهای سیمتی ماندن و سرک‌ها را بند کردن. یک پرابلم بسیار مشکل برای مردم افغانستان، برای مردم شهر ایجاد کردن که نه امنیت کم میسازه بلکه مسائل غیر امنیتی را یا دیگه مسائل اضافه تر میسازه و مردم به تکلیف میشه. میشه که اونا وزارتخانه است، اگر خانه شخصیشان است، چکا و دیوارهای بلند، قلعه‌های سیمتی که برای محافظت جان خود ساختن، السند قصه مردم نیستن، میتونن داخل اولی خود او را تعبیه کنن، داخل اولی خود بچینن. بسیاری از سرک‌ها و کوچه‌های کابل آنچه تهدیدات امنیتی گفته می‌شود بر روی رفت آمد و ترافیک مسدود شدند که مردم را شدیداً دچار مشکل کرده است و سبب شده است تا ازدحام ترافیکی در جاده‌های کابل بیشتر شود. ما خب میبینیم که هر جایی که ما پرسان میکنیم یا خانه والی صاحب است، یا خانه وزیر صاحب است، یا خانه وکیل صاحب است، یا از یک زورمند است، یا از متجارایی است که پول میدن و سرک عامه را میخرن. همین 4-5 طبقه هستند که ما همین کل مردم افغانستان خصوصا مردم کابل از یا به تکلیف هستند. هر طرف خوشحال خان میری که جاده ها بسته است، طرف وزیر اکبر خان میری جاده ها بسته است، طرف ششترک میری جاده ها بسته است. این کلش خلاف قانون موضع دولتی است. چرا یا تصرف میکنن ملکیت عامه را به نفع خود. وزارت داخله چندین دفعه تصمیم گرفتن، آمدن همین سنگا رو پس کردن، شاروالی کدش یک جا بود، هیئت محترم وزارت داخله بود، گارنیزون بود. خب باز بعضی بزرگا در این مداخله میکنه، از مقامات بالا در این مداخله میکنه، نمیمونه هر کس وظیفه خودش انجام بده. از احمد بان از این رکمان میگه از اون بان اون رکمان هم تو واسطه باز همین تعداد زیاد شده میره. یعنی خلاف تمام آرزوهای مردم افغانستان و بالخصوص مردم شریف کابل است. متاسفانه ما در اوضاع و شرایط زندگی میکنیم که کشور ما از نظر مسائل امنیتی تهدیدهای وجود داره در پایتخت. بنابراین بعضی مشکلات هست که یکی از مواردی که ارگانهای محترم امنیتی ما، همکاران امنیتی ما مجبور شدن بعضی چک پست‌های جدید را در بعضی از جاده ها به وجود بیاره تا به خاطر و به هدف مسئولیت بیشتر شهروندای ما که از تهدیدهای امنیتی جلوگیری بکنن. و این طبعا از یک جانب که موثریت خود داشته و به خاطر حفظ جان مردم بوده، از جانب دیگه طبعا باعث افزایش ازدحام شده. ولی این مسائل چیزی که گفتنی است که این مسائل موقتی است و انشالله که با کم شدن تهدیدهای امنیتی و با آمدن امنیت این مسائل کاملا از بین میره. اگر ما بایی بشینیم که اینا در سر مردم کابل و کابلیان کدام تاج میگذارن، نه، اشتباهی است که ما میکنیم. قماندان کابل یک آدمی که سلیقوی برخورد بکنه، شهردار شعاری همیشه مردم فریب بده، عملا ما شما دیده میریم. بحث امنیت و دیوارای خودسر موانع که ماندگی است یک طرف، چقدر بلندمنزله خودسر یا آباد کردین، بلندمنزله خودسان آباد کردین، امر میتن دلیلشان نیست به استفاده از رخصتی آباد شده، به استفاده از تاریکی شب. آیا شب روز نمیشه؟ این پنجشنبه شنبه نداره؟ بسته هستن یا این قماندان بیکاره، شهردار بیکاره. و دلیلی که هر روز دیده میریم که کابل بهوز از اینکه مردم خوشنود باشه که امروز از دیروز ما بهتر است، ولی از دیروز بدتر است، به خاطر از اینکه قماندانی که لازم است که به شهر کابل باشه، این قماندان ما بدبختانه که نداره. شهروندان کابل شکایت دارند که بسیاری از سرک‌ها و کوچه‌های کابل آنچه تهدیدات جدی امنیتی گفته می‌شود، بر روی رفت و آمد مردم عام با گذاشتن موانع‌ها مسدود شدند که مردم را شدیداً دچار مشکل کرده است و اکثریت جاده‌ها شاهد تردد موترها و ازدحام ترافیکی می‌باشد. کابل بیشتر از این که به یک پایتخت سیاسی بماند، به یک شهر نظامی شباهت دارد. در هر گوشه و کنار، کوچه و پس کوچه ها، دیوارهای بلند سیمنتی و حفاظت شده، وحشت و ترس ناشی از حمله انتحاری را چند برابر می‌سازد. مثلا این جاده های عمومی که از سوی رهبران احزاب سیاسی و اعضای مجلس نمایندگان مسدود شدند. جاده دارلمان که سرک فرعی آن از سوی گلبودین حکمتیار مسدود شده است. این زودتر در همین جاده لاله همینزی نماینده مردم قندهار جاده دیگری را مسدود کرده است. اما در مقابل نیز نظیر احمدزی نماینده کوچه ها در مجلس نمایندگان نیز جاده فرعی و پیاده رو و جاده عمومی را مسدود کرده است. اینجا نیز در خیرخانه کابل دو جاده فرعی و یک بخش از سرک عمومی از سوی یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهور مسدود شده است. اینجا نیز در شهر نو در جاده کلولا پشته یک جاده عمومی از سوی یونما مسدود شده است. گذشته از این جاده دیگر از سوی قیس حسن نماینده مردم کابل در مجلس نمایندگان مسدود گردیده است. این جاده عمومی که سراحی خوجه بخرا را به مسیر قلعه نجارا و سرای شمالی وصل می‌سازد، پیاده‌روهای این جاده نیز از سوی برخی از اعضای مجلس که خانه‌هایشان در این مسیر موقعیت دارند مسدود شده است. پیاده‌رو این جاده نیز از سوی میردادخان نجابی منشی مجلس نمایندگان مسدود شده است. در مسیر این جاده اعضای دیگر مجلس نمایندگان مانند رحمان رحمانی و شمار دیگر از اعضای مجلس و زورمندان که خانه‌هایشان در این جاده موقعیت دارند پیاده رو را نیز احاطه و مسدود کردند. این دیوارهای سمنتی نیز مربوط دفتر همایون معاون مجلس نمایندگان می شود که در منطقه کارتی 3 گذاشته شده و جاده را کاملا مسدود کرده است. اینجا نیز منطقه شیرپور کابل است. از 6 راه فرعی که به طرف وزیر اکبرخان می رود 5 راه آن مسدود شده است که بیشتر وزرای پیشین و مقامات ارشد حکومتی فعلی در اینجا زندگی می کنند. در وزیر اکبرخان نیز اکثریت جاده‌های فرعی آن بر روی رفت و آمد مردم و ترافیک مسدود است. من فکر میکنم این راه حل نیست. این نشان دهنده نهایت نگرانی، تشویش و تهدید بلند امنیتی است. به منظور جلوگیری از این ما میتونیم در کمربندهای کابل، راههای ورودی کابل، قریه و قصباتی که در اطراف کابل هستند، مناطقی که خلاف مستر پلان شهری انکشاف یافتن کارهای امنیتی را افزایش بدیم. یعنی ما پلیس مخفی ما را بیشتر بسازیم، تشکیلات اوضاع امنیتی و پلیس را افزایش بدیم، ماموریت‌های سمت افزایش بدیم، کار با مردمه، با وکلای گذره، با کسایی که در ساحه رفت و آمد دارن، هویت‌های مشکوک هستن، با اینا را بیشتر بسازیم. وقتی دشمن میتونه در سبزترین منطقه شهر کابل ترور انجام بده، عمله اینطوری انجام بده، معنای نفوذش در درون کمربندهای شهر کابل است. اونا از بیرون، از جلال آباد یا از لوگر یا از میدان وردک با موتر پر از بم وارد کابل نمیشن. یعنی در داخل کابل، در سایه پل چرخی، داودخیل، در قلعه زمانخان، در کارته نو یا در خیرخانه یا در بخش دیگری از شهر کابل قرارگاه دارن، نفوذ کردن. به این لحاظ لازم است که دولت از طریق وزارت داخله، قماندانی گارنیزون کابل، یعنی وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست کابل و ادارات مبارزه با توریسم یک هماهنگی را ایجاد بکنن، یک توأمیتی داشته باشند که بتوانند تمام ساحه را تحت پوشش قرار بدن. برای اینا کی حق داده که جاده های عبور و مرور شهروندان کابل یا باشندگان مظلوم کابل اینا مسدود بکنن؟ برای اینا کی حق داده که کوه ها را غصب کنه؟ برای اینا کی حق داده که پارک ها را غصب کنه؟ خب معلوم است که نهادهای مسئول همسویی داره با اینا. اگر همسویی نداشته باشه خب ممکن نیست که کسی در برابر قانون، در برابر مردم ظلم، استبداد و رفتارهای خشونت آمیز بکنه. چند درصد جاده‌های کابل فکر می‌کنید که مسدود است از طرف افراد؟ کابلی که حداقل یعنی حد نهاییش برای 2 میلیون باشنده دیزاین شده، امروز بیش از 6 میلیون هموطن ما را در آغوش خود جای داده. با تمام اینمی ازدهامی که از باشندگان کابل موجود هست و سرکای بسیار ناکافی در کابل وجود داره، ما که میبینیم یعنی کماکان حدوداً بالای 30 تا 40% جاده ها و سرک های فرعی که میتونه یک سهولت برای عبور و مرور شهروندان کابل مهیا بکنه، از سوی همین زورمندا به شیوه غیر قانونی و بسیار زیاد ظالمانه مسدود هست. از سوی همگارنیزون کابل گفته است که برداشتن موانع سیمنتی از جاده ها به طور کامل متوقف شده است و دلیل عمده آن نیست تهدیدات و توسعه‌افزون امنیتی است. مسئولان شهرداری کابل، کماندانی گارنیزون کابل و پلیس کابل در اول سرطان سال گذشته اعلام کردند که تمام موانع ایجاد شده سوی اشخاص حکمی و حقوقی با استثنای اداره‌های خارجی را در شهر کابل دور می‌سازند. اما با گذشت 1 سال این طرح ناکام شده و همکنون این روند به گونه کامل آن متوقف شده است. بعضی ساحاتی که به خاطر بعضی مسائل امنیتی و اینا باقی ماند، نظر به فیصله‌ای که کمیسیون انجام داد، بالاخره قرار شد که ادامه این کار توسط وزارت محترم امور داخله انجام شود و امو صلاحیت برداشتن موانع با امو پلانش به وزارت محترم امور داخله منتقل شد که وزارت محترم امور داخله دو قسمت حتما برنامه ها و گپای دارن که خوب است اونا صحبت بکنن. برای از اینکه امنیت خوب کنه تاثیر نمیذاره، به خاطر اینکه فشار یک جاده سر جاده دیگه میاد. جاده دیگه وقتی که ازدحام شد، ترافیک مثلا زیاد شد، موترها زیاد شد، رفت آمد زیاد شد، دوجا باز کنترل امنیتی نمیشه. اگر در جاده ها در هر جاده به اندازه معینش تعداد موترها باشه، تعداد نفر باشه، خوب کسی که اونجا معزف است او را کنترل کرده میتونه. دوم، امی دیوارای سیمنتی که در شهر کابل شده، ما قطعا مخالف ازی هستم، به خاطر ازی که او برادر از یک تعمیر مثلا امنیتش میگیرن، مگر از او که 10 قدم اون طرف هر واقعی که میشه این مردم میگه که ما مسئول از اون نیستیم. شما امنیت خودتون نیست که مثلا تعریف امنیت تو است که امنیت عام از کل مردم باید گرفته شود. اگر طفل است، اگر استاد است، اگر چیز است، مولای مسجد است، اگر مثلا طبقه و ناس است، از کلش امنیتش مسئولیتش به دوش دولت است. البته به دوش دولت هم باز معلوم است که امنیت تامین امنیت داخلی مربوط وزارت امور داخله می باشه. از او خاطر است که ما همین جاده ها را که بسته میکنه و سنگای دیوالی استاد میکنه، این خلاف چیز است مثلا. یعنی کوچکترین احساس در وجود انسان باشه او را میتونه درک بکنه، ولی متاسفانه اینا هیچ وقت این مسئله را درک کرده نتانستن. ایجاد پوسته ها در چهارراهها، در سرک های کابل، نه تنها ای که کوچکترین تاثیر برای تامین امنیت پایتخت نداشته، خودش به شدت مازل ساز بوده و مصیبت بار بوده برای باشندگان کابل. شما در جاده میبینید که برای دریافت 100 افغانی و 200 افغانی و 300 افغانی همین پوسته ها موترها را از 5 دقیقه تا 15-20 دقیقه تا نیم ساعت برای چنزنی استاد میکنه و صدها موتر دیگه که در بین او مریض، آدمی که باید پانتون بره، آدمی که باید دکان بره، آدمی که باید به دفترش بره، در روی سرک به سرنوشت میمانه و یک سرباز 10 موتر، 20 موتر، 50 موتر اصلا برایش اعتنا نداره تا چیزی را که از موتر باردار میخواد دریافت بکنه. این دلیل ناکام شدن خود برنامه دولت است، چون قانون یکسان تطبیق نمیشه. وقتی شما به داخل جاده‌های کابل میرین، دستفروشات تا نیمه از داخل وسط جاده دستفروشی میکنن، قرار مسدود کردن. به خاطر از اینکه میدونن که قانون وجود نداره، جریمه وجود نداره. یا وقتی دریورها رو میبینین که خلاف قانون عمل میکنن، بیشترین مشکل شریره که ما میکشیم از بس ترافیک شهر کابل است که بسیار زیاد جدی است. اینا عدم تطبیق قانون است. اگر قانون بالای پلیس، جنرال، افسر، عضو پلیس جرگه، یک وزیر یکسان تطبیق شود، هیچ کسی از مسیر خود جدا نمیشه، هیچ کسی به قانونی نمیکنه. به این لحاظ ما با مسائل شهروندی، یعنی با اصول زندگی همزیستی شهروندی باید توجه بکنیم. یعنی ما به قوانین اجتماعی درون شهروندی کاری انجام نمیدیم. به این خاطر نه تنها مشکل ترافیک داریم، مشکل انسداد کوچه داریم که بحث محیط زیستی ما خیلی آشفته تر از مجموعه از ایناست. اینا دلایل ضعف آگاهی مردم و قانون شکنی از بالاست. هرگاه قانون در بالا تطبیق شود، مردم پایین خودشان راه را باز میکنن، با دولت همکاری میکنن. باشندگان شهر کابل از بی‌توجهی مقامات حکومتی به زندگی مردم انتقاد می‌کنند. آنها میگویند رهبران و حکومت، وکیلان و وزیران در پشت دیوارهای بلند و مستحکم خودشان را پنهان می‌کنند. امنیتشان تأمین است و از نظر اقتصادی هم هیچ مشکلی ندارند. ولی برعکس وقت راهها مسدود می‌شوند، مردم بیچاره‌تر و فقیرتر می‌شوند، چون به کاروبارشان رسیدگی کرده نمی‌توانند. و به خاطر از این مسائل به توجهی دولت شارواله نبودن سیستم ترافیک درست، طبعا مردم هم آبرین و ترافیک جاده با مشکلات مواجه میشه و از این نایه هم وقت ضایع میشه، هم تلفات جانی داره و هم مشکلات زیاد برای خود دولت و مردم. وقتی که قانون خود دولت نقص کنه، زورگویی خود به خود نقص میکنه. بناهان به خاطر بیرون رفت از این هرچی زودتر باید از مردم خود کابل و مردم شهرنشین کابل، شهروندان کابل که از هر ولایتی که آمدن، اینا باید از اقدام صورت بگیره و فشار وارد کنن که تا این جاده ها باز شود. شهر کابل که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای افغانستان است، در طول سالهای گذشته بیشتر مؤسسات خارجی، ادارات غیر حکومتی و اشخاص ثروتمند با استفاده از زور و نفوذشان خانه های قیمتی را در مسیر جاده های عمومی این شهر به کرایه گرفته و به خاطر حفظ سلامت خودشان برای مردم مشکل آفرین شدند. بر اثر انتقادهای پی هم از سوی شهروندان کابل و نشرات از سوی رسانه های همگانی، دولت افغانستان سال گذشته اقدام به جمع‌آوری این موانع از مقابل وزارتخانه ها، مؤسسات غیر دولتی و برخی از دفاتر خارجی نمود. اما شهروندان کابل میگند تا زمانی که دولت به این مسئله توجه جدی نکند، با برداشتن موانع مشکل جاده های شهر کابل حل نخواهد شد.